دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جهان و تنی سالم داشته باشید. امروز میخوام در مورد خبری که در روزنامه‌های ترکیه و در صدا و سیما و اخبار و تلویزیون‌های ترکیه در موردش بحث میشه و بی بی سی هم اشاره بهش کرده بود امروز در سایتش، در مورد جنگ جهانی سوم صحبت بکنم. من فیلمی قبلا گذاشتم در مورد جنگ جهانی سوم و معتقدم که جنگ جهانی سوم شروع شده و داره ادامه پیدا میکنه، ولی خب شیوه جنگ جهانی سوم شاید با مثل جنگ جهانی اول یا دوم نباشه، شاید یک جنگ هیبریدی باشه که 100% هم جنگ هیبریدی خواهد بود، یعنی اینکه جنگی خواهد بود مثل جنگ های دیگه کلاسیک و جنگ هایی به اصطلاح نیابتی و شاید هم به جنگ اتمی بکشه. جنگ جهانی اول و دوم جنگ هایی بودند که تکنولوژی وارد دنیای جنگ شد و جنگ رو از اون سیستم قدیمی که دو تا جبهه و دو تا ارتش با هم درگیر بودند رو تغییر داد و در جنگ جهانی اول کاملا تکنولوژی وارد شد و نیروی هوایی وارد جنگ شد، در جنگ جهانی دوم سلاح‌های پیشرفته، تانک‌های پیشرفته، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های پیشرفته و در آخر هم بمب اتمی به کار برده شد. از دید من جنگ جهانی سوم خیلی وقت شروع شده، یعنی در واقع بعد از این که جنگ سرد به پایان رسید در سال‌های 90 جنگ جهانی سوم هم شروع شد. اگر شما تاریخ جنگ جهانی دوم رو هم نگاه بکنید، تاریخ جنگ جهانی دوم برعکس جنگ جهانی اول یک تاریخ دور و درازتری هستش. در جنگ جهانی اول با ترور ولیعهد اتریش مجارستان در سارایوو جنگ جهانی شروع شد و با یک التیماتومی که دولت اتریش مجارستان به صربستان داد و بعد از اون با حمایتی که روسیه از صربستان کرد و حمایت آلمان از به اصطلاح اتریش مجارستان و بعد از اون دخالت انگلستان و فرانسه به نفع روسیه، جنگ جهانی دوم شروع، جنگ جهانی اول شروع شد. ولی جنگ جهانی دوم به این شکل نبود. جنگ جهانی دوم رو تاریخ‌های مختلفی براش در نظر می‌گیرن. اگر حمله مثلا ژاپن رو به چین در نظر بگیریم شاید 1930 خورده‌ای باشه، ولی خود آلمان هم قبل از اینکه جنگ جهانی دوم رو به صورت رسمی شروع بکنه، یعنی با حمله‌ای که به لهستان کرد و دفاعی که مثلا اعلان جنگی که دولت انگلستان بعد از حمله لهستان به آلمان داد، ما قبل از اون مثلا الحاق اتریش رو داشتیم، الحاق چکسلواکی رو داشتیم و به اصطلاح مناطقی که مورد اختلاف بود با فرانسه رو داشتیم که هیتلر بدون جنگ و بدون خونریزی یا حداقل خونریزی اینا رو تصرف کرد. ولی در واقع سالهای قبل از سال 1939 بود. الان هم اگر دقت بکنید شرایط دنیا به همین شکل است، یعنی اگر قرار باشه جنگ جهانی با اعلان جنگی یک طرف اتحادیه‌هایی شروع بشه، احتمالش وجود داره که در آینده نزدیک چه در جنوب شرق آسیا چه در جنگ اوکراین احتمال این که مثلا دخالت حمله ای صورت بگیره به لهستان یا اینکه یکی از کشورهای ناتو مثل استونی، لتونی و لیتوانی که کشورهای کوچیکی هستن و احتمال این که کشور به اصطلاح روسیه حمله بکنه به اینها و اون به اصطلاح بر اساس ماده 5 ناتو اینا وارد جنگ جهانی بشن، وارد جنگ بین‌المللی همه گیری بشن، هر لحظه وجود داره. ولی پیشبینی که میشه اینه که این جنگ جنگی خواهد بود، هرچند جهانی خواهد بود، هرچند بیشتر کشورهای دنیا درش نقش بازی خواهند کرد، ولی احتمال خیلی زیاد در جنوب شرق آسیا خواهد بود. من برنامه رو قبل از این بر آپلود کردم در مورد این موضوع و در اونجا اشاره کردم به این که یک به اصطلاح نویسنده و یک استاد ترک هستش که ایشون نظری داره در مورد جنگ جهانی سوم. ایشون معتقده که دو جنگ ما در پیش خواهیم داشت، یکی جنگ جهانی سوم و یکی جنگ آرماگدون، یعنی جنگ روز قیامت دینی از لحاظ دینی. ایشون معتقده که جنگ جهانی سوم در جنوب شرق آسیا خواهد بود بین چین و هند و احتمالاً تقسیم بندی که خواهد شد مثلا پاکستان با همراه چین خواهد بود و به اصطلاح روسیه و آمریکا متحد خواهند بود بر علیه چین
و کشورهایی مثلا مثل احتمالا کره شمالی و به نفع چین وارد جنگ بشن و کره جنوبی مثلا به همراه ژاپن و فیلیپین و تایوان و خود آمریکا در جنگ شرکت بکنه و متحد به اصطلاح هندوستان باشه، جنگی خواهد بود احتمالاً اتمی در دو سه روز اول، احتمالاً میلیاردها نفر کشته بشن، یعنی بالای چند صد میلیون نفر کشته بشن. چون ایده اساسی این است که جامعه جهانی به این رسیده است، بیشتر اون متفکرین جهان در این اتفاق نظر دارن که رشد جمعیت کنونی باعث میشه که کره زمین دیگه منابعش تأمین نکنه نیازهای بشر رو، و احتمالاً جنگی خواهد بود که جمعیت کره زمین رو به نزدیک 500 میلیون نفر کاهش بده، و احتمال زیاد این جنگ در جنوب شرق آسیا خواهد بود، چون چین و هند دو کشوری هستن که بیشتر مجموعاً تقریبا 3 میلیارد نفر جمعیت دارن، اگر مثلا کشورهای دیگه آسیایی را هم بهشون اضافه بکنید جمعیت اینا خیلی زیاد خواهد بود، و درگیری که در اون منطقه اتفاق خواهد افتاد احتمالاً درگیری باشه که به عنوان جنگ جهانی سوم خواهد بود. در این جنگ که پیش بینی میکنن ایشون صحبتشون هستش، در این جنگ احتمالاً سلاح‌های اتمی به کار برده خواهد شد و درصد زیادی از جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. در اوایل جنگ احتمالاً آمریکا به نفع تایوان و مثلا به نفع هندوستان وارد جنگ خواهد شد، ولی در آخر اروپا و آمریکا از این جنگ خارج خواهند شد و جنگ در آسیا ادامه خواهد یافت، برعکس جنگ جهانی اول و دوم که در اروپا بیشتر در جریان بود. بعدش من فکر میکنم که این جنگ واقعیت اینه که هستش، ادامه پیدا کرده، این جنگ جهانی سوم به این شکل ادامه داره. یعنی مسئله اوکراین رو اگه در نظر بگیریم، این درگیری هایی که در جنوب شرق آسیا و این به اصطلاح انبوه سرمایه هایی که برای تقویت نیروهای نظامی داره صورت میگیره خیلی خطرناک است. یک تئوری هست در سینما، من معمولا اینو بین سینماگرا در میبینم، که میگه اگر در صحنه ای یک سلاحی وجود داشته باشه، اون سلاح باید در اون صحنه بالاخره بترکه، یعنی اون سلاح باید اونجا تیری رو در بکنه. یعنی شما در صحنه تئاتر وقتی که یک چیزی رو وارد اون صحنه میکنید، اونجا باید کاربرد داشته باشه. شما اگر در نظر بگیرید بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن و به اصطلاح آلمان ممنوعیت سرمایه گذاری روی نیروهای نظامی رو داشتن. بعد از اینکه مسئله ناتو پیش آمد، به اصطلاح کشور آلمان غربی تونست که ارتش داشته باشه و عضوی از ناتو باشه و درصدی از نیروهای خودش رو به اصطلاح بر اساس قرارداد 2% تولید ناخالص ملی خودش رو صرف نیروهای نظامی بکنه، ولی ژاپن کلا ممنوع بود از تولید و سرمایه گذاری در نیروهای نظامی. آلمان هم تقریبا این کار رو نمی‌کرد، سرمایه گذاری نمی‌کرد، بیشتر سعی می‌کرد که نیروهای بین‌المللی مثل آمریکا از خاک آلمان دفاع بکنن و بیشتر هزینه زیادی رو صرف نیروهای نظامی نمی‌کرد. ولی الان بعد از جنگ اوکراین 100 میلیارد دلار قرار شد که آلمان به نیروهای نظامیش به اصطلاح سرمایه گذاری بکنه و از طرف دیگه ژاپن هم داره سریعاً نیروهای نظامیش رو توسعه میده. اگر به این شکل پیش بره، این شواهد نشون میده که احتمال خیلی زیاد جنگی اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگه تایوان که تامین کننده یه چیپ های به اصطلاح الکترونیکی بود، اون به اصطلاح IC ها یا ترانزیستور ها و اون تجهیزات کوچک کامپیوتری که میتواند تأثیر داشته باشه در تکنولوژی، به اصطلاح چیپ های لول 5 رو، تقریبا لول 4 و 5 رو تایوان درست میکرد که تقریبا بعد از آمریکا تنها جایی بود که داشت درست میکرد، الان از دو تا شرکت بین‌المللی که اونجا کار میکردن، یکی رو به آمریکا منتقل کردن و اون یکی رو هم احتمالاً دارن به آمریکا منتقل میکنن. اگر به این شکل پیش بره، نشون میده که در اون منطقه احتمالاً جنگی در آینده نزدیک خواهیم داشت. به هر حال اگر جنگی داشته باشیم، چیزی که هست اینه که بالاخره توصیه میشه که حداقل مواد خوراکی رو برای چند هفته در منزل داشته باشید، آب سالم رو در منزل داشته باشید. به توصیه کارشناسا دقت بکنید، من فکر میکنم که ضرر نخواهد داشت اگر بتوانید این مسائل ابتدایی رو برای خودتون تأمین بکنید. خب من عرض دیگه ای ندارم، فقط خواستم در این رابطه صحبت بکنم. امیدوارم که در روزی
در دنیایی بدون جنگ در دولتی دموکراتیک همدیگر رو ملاقات بکنیم. به امید دیدار شما در ایرانی آزاد و آباد.